همه جا تبلیغ قرص کلسیوم رو میبینی، چقدر مطمئنی که این قرصا که میخوری واقعا برای بدنت مفیده؟ قرصای کلسیومی که هر روز میخوری واقعا دارن به استخونات کمک میکنن یا داری دستی دستی برای خودت مشکل درست میکنی؟ تو این ویدیو بهت میگم که ماجرا چیه. یه پرده جدید از این داستان رو با هم دیگه میبینیم که خیلی ها نمیدونن. سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. من جفتکار هستم، محقق طب سنتی و عطار. قرص کلسیوم واقعا مفیده یا فقط یه تبلیغ خوبه که به ما فروخته بشه؟ امروز میخوام یه چیزایی بگم که احتمالاً از شنیدنشون تعجب کنین. واقعیت اینه که بچه ها تو دنیای مدرن ما خیلی از ما فکر میکنیم از کمبود کلسیوم رنج میبریم، سری میریم سراغ داروها. اما اینو نمیدونستین که یه سری تحقیقات جدید انجام دادن که قرص کلسیوم یه سری مشکلات مثل سنگ کلیه، مشکلات قلبی، حتی اختلالات گوارشی ایجاد میکنه. من معلوم نیست با این قرصا دارن حالمونو بهتر میکنن یا پول تو جیبمون کمتر. بچه تو این دور زمانی که ما داریم زندگی میکنیم همون با استرس و کار و زندگی درگیریم دیگه. خیلیمون فکر میکنیم بدنمون کمبود کلسیوم داره، حالا یا واسه استخونامون یا دندونامون، اصلا فقط واسه این که خیالمون راحت باشه. ولی حالا چی میشه؟ همین که حس میکنیم یه ذره بدنمون ضعیف شده یا دکتر میگه به کلسیوم نیاز داری، زود میریم سراغ داروخونه، یه بسته قرص کلسیوم میخریم، انگار که حتما باید با قرص حالمون خوب بشه. من یه دوستی دارم که همین چند وقت پیش واسه کمر درد و ضعف عضلانی شروع کرد با خوردن قرص کلسیوم. خب چی شد؟ بعد چند ماه کمر دردش که بهتر نشد، یه سنگ کلیه حسابی هم تو کلیهش درست شد، دیگه همه چی رو گذاشت کنار. الان هم خودش میگه من خودم از درد استخون کشیدم به درد کلیه. این فقط یه مشکله، یه تحقیقات تازه‌ای هم هست که میگه مصرف قرص کلسیوم روی قلبم تاثیر منفی میذاره. وقتی دقت کن، وقتی کلسیوم اضافی وارد رگای خونی میشه رسوب میکنه، باعث سخت شدن دیوارهای عروقی میشه، مثلا میتونه باعث فشار خون بالا، حتی خدایی نکرده حمله قلبی هم بشه. استفاده تجاری و تبلیغاتی، صنایع داروسازی روی فروش مکملای کلسیوم سرمایه گذاری بزرگی میکنن، تبلیغات زیادی در مورد فوایدش انجام میدن، در حالی که تحقیقات علمی نشون میده که بیشتر مردم اصلا نیازی به این مکملا ندارن. این تبلیغات تا حد زیادی بر پایه ترس از پوکی استخوان و شکستگی هاست. چند تا کلسیوم طبیعی رو بهت معرفی میکنم، دیگه نیازی به قرصای داروخونه‌ای نداری. دقت کنیم، بدنمون به کلسیوم نیاز داره، یعنی یکی از اون مواد ضروریه که اگه نباشه خیلی از جاها کار نمیکنه، مثلا استخونا، دندونا که مثل ستونای بدنمون هستن، کمبودش باعث میشه استخونا ضعیف و شکننده بشن، مثل ساختمونی که آجرای محکمشو برداری دیگه چی مقاومت نداره، میریزه ساختمون. حالا فقط استخون نیست، کلسیم به قلب و عضلات، حتی اعصابمون هم کمک میکنه تا درست کار کنن، مثل ضربان قلب رو در نظر بگیر، مثل یه آهنگ منظم میزنه. ولی وقتی کلسیم به اندازه نباشه این آهنگ به هم میریزه، ممکنه تپش قلب نامنظم میشه. میدونی وقتی میگیم اعصابمون آروم باشه قضیه جدیه، کلسیم تو کار اعصابمون هم دخالت داره، اگه نباشه سیستم عصبی خوب کار نمیکنه، آدم ممکنه زود عصبانی بشه یا تمرکز خودش رو از دست بده. یه مثال میزنم برات، مثل این میمونه که خونتون همه چیش باشه ولی برق نداشته باشه، کلسیوم مثل اون برقی میمونه که همه جا رو روشن میکنه، کار همه چیز رو میندازه. حالا چرا قرص کلسیوم؟ چون من سعی میکنم همیشه بروزترین مطالب رو براتون تو قالب یه ویدیو درست کنم تا استفاده کنیم و از در واقع گفته ها و پیشنهادات طب سنتی غافل نشین. کانال منو سابسکرایب داشته باش، عضوش شو، اون زنگوله کوچولوش هم روشن کن تا اولین نفری باشی که ویدئوهای منو میبینی، منم گمت نکنم، خیلی دوستت دارم. خیلی از پزشکا برای کسایی که کمبود کلسیم دارن قرص تجویز میکنن، مخصوصا برای افراد مسن، کسایی که تغذیهشون درست حسابی نیست، خوب نیست، چون قرص کلسیم سریعتر
کلسیوم بدن رو تامین میکنه. این فقط ظاهر قضیه است، همیشه که سریعتر بهتر نیست، درسته؟ من بعضی میگن که وقتی قرص کلسیوم میخوریم انگار یه ماده آماده و سریعتر داریم، ولی بدنمون ممکنه نتونه کاملا ازش استفاده کنه. حواست باشه. آدمایی که قرص کلسیم زیاد مصرف میکنن سنگ کلیه میگیرن. چرا؟ چون بدن نمیتونه همه اون کلسیم استفاده کنه. اون اضافی ها میرن توی کلیه، کلیه ها تبدیل به سنگ میشن. دقیقا مثل وقتی که چای زیاد میجوشونی رسوب میکنه. این رسوبات تو کلیه هامون میمونن، دردسر میشن برامون. مثال دیگه هم برات میزنم تا کاملا روشن بشه قضیه. مثلا میخوای آبو بریزی توی لیوان ولی زیادش کنی، آب از لیوان میریزه بیرون دیگه، درسته؟ بدنمون هم مثل اون لیوانه، بیش از حد نمیتونه کلسیم بگیره، بقیهش میره به جایی که نباید بره. مشکل قلبی هم که بهت گفتم، اینو بهش میگن اثر معکوس، یعنی یه چیز که برای بدن مفیده وقتی زیاد مصرف بشه میشه خطرناک. این وقتی که دارچین توی چای میریزی که خوشتم بشه، حالا میای اینو اضافه میریزی، چای تلخ و بدتم میشه. کلسیم میتونه باعث اذیت معده‌ت هم بشه. بعضی وقتا کلسیم رو به صورت قرص میخوری و یبوست میگیری یا گاهی دچار نفخ و معده درد میشی. ولی اگه کلسیم طبیعی استفاده کنی بدن باش کنار میاد، اذیت نمیشه گوارشت. کمبود جذب و هدررفت کلسیم. بعضی وقتا بدن ما نمیتونه کلسیم قرص رو خوب جذب کنه، یعنی شما کلی قرص کلسیم میخورید ولی نهایتا خیلی از اون کلسیم جذب نمیشه. فکر میکنی که جذب شده ولی نشده، از بدنت خارج میشه. تو طب سنتی میگن بهترین راه دریافت کلسیم از مواد غذایی طبیعیه، چون بدن بهتر جذبش میکنه، ازش استفاده میکنه. این میمونه دیگه، وقتی غذا از تو خونه خودتون میاد راحت تر میخوریم، با خیال راحت میل میکنیم. ولی اگه غذای رستوران باشه زیاد بهش اعتماد نکنی، نتونی خوب باش کنار بیای، هدر میره. یه مورد دیگه هم هست، حیفم ما دینو نگم. وقتی آدم عادت کنه به قرص کلسیم، دیگه حواسش به تغذیه طبیعی و مواد مفیدی که تو غذای روزانه هست نمیمونه. ولی طب سنتی میگه تغذیه باید همیشه از منابع طبیعی باشه. پس وقتی قرص زیاد میخوری دقت کن، خیلی دقت کن. بدن تنبل میشه، فکر میکنه کلسیم فقط باید از قرص بیاد نه از غذا. دقیقا مثل این میمونه که آدم به پولی که راحت به دستش میرسه عادت کنه، دیگه کار نکنه، در حالی که باید همیشه به خودمون تکیه کنیم، از غذای طبیعی استفاده کنیم. چه شاید تاله اینو جایی نشنیدین، کلسیم اضافه بدن شبا تو ناخون جمع میشه، تو ساعات آغازین روز به گردش خون برمیگرده. اصلا شبا ناخون نگیرین، گرفتن ناخون تو شب باعث از بین رفتن کلسیم ذخیره میشه. برای همینه که از قدیم میگفتن شبا ناخون رو نگیرین. کنجد 3 برابر شیر کلسیم داره، دشمن پوکی استخوان، ضد ورم مفاصل، ضد روماتیسم، ضد سرطان، ضد قارچ هم هست. هوشتو بیناییتو تقویت میکنه، کلسترول هم میاره پایین. هرچی تو گوش خاصیت هست کنجدم داره اینو، اما بی ضرره، خیلی کوچیکه. اما جالبیش اینجاست که نمیذاره موهات بریزه، تاره موهاتو زخیم میکنه. بچه ها اگه درد و گرفتگی عضلات دارین، پاهاتون سوزن میشه یا بیهس شده و زود میشکن استخوناتون، جدیدن کلسیم لازم دارین. کلسیم کافی باید تو غذای نوجوانا قبل از بلوغ باشه، استخونا تراکم مناسبی داشته باشن، تو سالمندی پوکی استخوان نگیرن. کلسیم برای منقبض شدن عضلاتت خیلی ضروریه، تا کلسیم نباشه حرکت امکان پذیر نیست. بیخوابی رو کم میکنه، تو متابولیسم آهن بدن موثره. تبلیغات زیادی باعث شده که فکر کنیم فقط لبنیات منبع کلسیمه. دما نکن، بهترین منابع کلسیم پودر سنجده، استفاده به صورت سویق یا آرد سنجد با شیر و عسل. انجیر بی نظیره، انجیر یکی از بهترین های کلسیمه. بادوم درختیه، تخم شربتیه که قیمتش مناسبه، دیگه نمیتونی بهونه داشته باشی. اینا درصد کلسیم خیلی بیشتری نسبت به لبنیات و قرصای کلسیم دارن. یادت باشه که پوکی استخوان از سن پایین شکل میگیره و تو سنه بالا خودشو نشون میده. صرف مواد غذایی کلسیم دار به غیر از لبنیات خیلی ضروریه برامون، و اینم یادمون باشه که لبنیات فوق العاده طعمشون سرده. حواست به خودت باشه.